جبهه مقاومت ملی افغانستان از کمک های بشردوستانه استقبال می کند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها، با گزارش سپوتنیک، سپهات الله محمدی، سخنگوی رسمی جبهه مقاومت ملی، با نشر اعلامیه از جهان مبنی بر کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان ابراز سپاس نمود. در اعلامیه این جبهه آمده است: جبهه مقاومت ملی افغانستان از کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی برای مردمی که به گروگان گرفته شده و روزها و شبهای سخت را سپری می کنند قدردانی می کند. در ادامه آمده است: عامل اصلی فقر، نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی، آموزش و صحی گروه جنایتکار طالبان است و متاسفانه ادامه حاکمیت رژیم طالبان و رفتار خشن آنها با مردم باعث از همپاشی و تغییر اجباری مکان های زندگی هزاران خانواده در داخل و سر تا سر جهان شده است. در ضمن این جبهه از نهادهای خیریه می خواهد تا به کمک هایشان به مردم افغانستان ادامه دهند. این در حال است که جمهوری فدراتیف روسیه صبح امروز 36 تن مواد خوراکی از جمله 108 تن کمک های تعهد شده آن کشور را از طریق میدان هوایی بین المللی کابل به افغانستان کمک کرد. تشکر از توجهتون. برای بهبود مطالب کانال ما را سابسکرایب نمایید. تا بسته خبری دیگر، الله نگهدارتان. کامیاب و سرفراز باشین.